found the version of me that killed my wife. You just missed it. Can I ask if you're currently a hologram? Yeah, hold on. قسمت چهارم فصل هفتم سریال ریک اند مورتی هم پخش شد و خب تو این ویدیو هم میریم سراغ بررسیه. این قسمت در مورد نکاتی که داخلش بودن با هم دیگه صحبت میکنیم. فقط یه مقداری محدودیت داریم به خاطر اینکه صحنه های خیلی با خشونت بیش از اندازه تو این قسمت داشت دیده میشد و بدون شک هم فکر میکنم یکی از تاریک ترین قسمت هایی بودش که تا الان از سریال دیده بودیم و نسبت به اون سه تا قسمت قبلی هم که تو این فصل دیده بودیم هم کلا متفاوت بود و یه مقداری هم برگشت به سمت همون حال و هوای قدیمی که ما از این مجموعه میدیدیم همیشه. و خب لازمه که خب این ویدیو رو شروع کنی حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدی، همونطور هم که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ قسمت چهارم. شروع این قسمت با اون اسپاگتی که ببینید ریک ریخته تو ظرف داره میاره. یه نکته جالبی که اینجا هست و بامزه است اونجاییه که دارید ببینید سامر گوشیش دستشه و داره پیام میده. میدونید که عشق پیام دادن و گوشی به این راحتی هم بی خیال نمیشه بذارتش کنار. اینجا دقیقاً میبینید به عشق این اسپاگتیه که ما هم میدونیم از چی درست شده و خب بی خیالم بهش کاری هم نداریم. میبینید که گوشی رو پرت میکنه میخوره تو دیوارو میشکنه که یه نکته خیلی جالبه برای شروع این قسمت. بعد از اینکه متوجه میشید این اسپاگتیه واقعا یه اسپاگتی نیست و چیزی که داریم میبینیم تاریک تر از این حرفه و نمیتونم اینجا بهتون نشون بدم، میریم و وارد میشیم توی سیاره اسپاگتی. اتفاقی که اینجا داره میفته وقتی که وارد اون سردخونه میشیم، ساعت اگه نگاه بکنید زده 3:55 دقیقه بعد از ظهر رو داره بهمون نشون میده. یه نکته عجیبی که اینجا از جاییه که میرن سر مراسم تشییع جنازه که وجود داره، ساعت مراسم و شروعش رو اون تابلوه نوشته 10 صبح. حالا این داره نشون میده تا اونم منطقه زمانی که مراسم تشییع جنازه بوده با اونجایی که سردخونه هست یه مقداری متفاوته انگار، چون زمانش خیلی با هم دیگه فاصله داره، اصلا با هم دیگه جور در نمیاد. من اینکه این فاصله ای که ریک و اینا از توی سیاره اومدن بیرون و دو مرتبه برگشتن توش یه تایم طولانی گذشته باشه، یعنی نزدیک یه شبانه روز داستان چرخیده باشه اونو دو مرتبه وارد سیاره شدن و اینطوری داره بهمونشون میده که 10 صبح. الان اولین اتفاقی که اینجا داره میفته و توی سردخونه میبینیم همون گیجبازی همیشگیه که ریک در میاره و میبینید که همیشه حافظش جابجا میشه. قبلا هم این اتفاق براش افتاده بود، حتی تو این فصل هم داشتیم که ذهنشون با هم دیگه جابجا شده بود و این دستگاهی هم که دستشونه و باهاش حافظه رو پاک میکنه کاملا اشاره میکنه به فیلم مردان سیاپوش. قبلا هم که یه بار دیگه هم دیده بودیم همچین اتفاق افتاده بود، اونجا بود که سامر اومد رفت حافظه هاشون رو برگردون تو اون شیشه رنگی ها بود که تو اون یکی قسمتی که اینجا بود این دو نفر با هم دیگه ترکیب شده بودن بهتون توضیح کامل دربارش داده بودم. یه نکته که در مورد این مراسم تشییع جنازه وجود داره و عکسی که داریم میبینیم اگه نگاه بکنید بهش یه مقداری برمیگرده به اون خاطراتی که اونجا فرد داشت وقتی که امبر رو دیدیم، اون شوهر سابقی که داشت ازش جدا شد. اگه نگاه بکنید خیلی شبیه این لارنسی که الان مراسمش رو داریم تماشا میکنیم. مدل موهاش هم اگه نگاه بکنید جایی اصلا ریک برمیگرده و اون ظرف اسپاگتی بزرگ جنازه‌ای که از اون هستم اگه کلهشو نگاه بکنید دارید متوجه میشید که مدل رنگش هم خیلی شبیه به همین کارکتریه که توی خاطرات فردینا هم بود و ممکنه که همچین شخصی باشه، چون اگه نگاه بکنی دور بدنش هم یه باندی هم پیچیده شده. یه مقداری احتمالاً داره به این موضوع اشاره میکنه، دقیقاً اون کارکتری که دیدیم و این بلایی که داره سرش میاد و اسپاگتی که بقیه داشتن ازش لذت میبردن همین کارکتریه که توی خاطرات فرد هم دیدیمش. و نکته اساسی هم که اینجا وجود داره اینه که اون فردی که داشتیم میدیم همچنین آدم درست درمونی هم نبود دیگه، باعث شد و یه زندگی اینطوری به هم بخوره و بعدش هم یه کاراکتری رو دیدیم که جون خوش از دست داده بود و روند مسیری که دیدیم آخر سر تاثیرگذار بود برای آدمای مختلفی که اونجا وجود داشتن، همچنین لحظه های شیرینی هم نداشت و یه قسمتش هم کاملا دارک بود. بعد از این وقتی که میریم و میبینید که مورتی حسابی از وجدان گرفته و از نظر ذهنی به هم ریخته است، دارید متوجه میشید میره توی یه سری سایت و یه سری فیلمی برمیداره میاره که حالت روانشناسی داره و یه نکته بزرگی داره به اون نشون میده و اون نکته هم اینه که احتمال زیاد روانشناس خانوادگیشون از قسمت قبلی دیگه بیخیال اینا شده، چون هر بار هر اتفاقی که براشون پیش میومد حتی اگه کوچیک بود میرفتن پیش اون، ولی الان میبینیم که دیگه ازش هیچ خبری نیست.
جایی که وارد دفتر اون ریاست جمهوری میشیم توی سیار اسپاگتی، روی میزش اگه نگاه بکنی لوگو دوتا باله، یه مقدار اشاره میکنه به اون جدای اوردری که حالا لوگوهاشو توی دنیا استار وارز هم دیده بودیم. اون طرف هم یه پرچمه که شبیه به یه هلال ماه هم هست، اونم باز داره اشاره میکنه به همون جمهوری که توی داستان استار وارز هم بودش و اتفاقاتی که داره اینجا میفته یه مقداری میشه گفت اشاره میکنه به اتفاقاتی که توی دنیا استار وارز هم وجود داشت. برای شما که طرفدار مجموعه ریک اند مورتی هستید، بدون شک دنبال این میگردید که یه سایت خوبی پیدا بکنید، توش اطلاعات زیادی داشته باشه، در مورد ریک اند مورتی توضیحات داده باشن، شخصیت های مختلف رو معرفی کرده باشن، انجمن های بزرگ داشته باشن، بتونید با هم دیگه صحبت کنید، گای لایو بذارن و از شما هم دعوت بکنن تا این مجموعه شرکت بکنید و نظرتون در مورد قسمت های مختلف بگید، یا دسترسی راحت تری به قسمت هایی که پخش شده داشته باشید. برای همین بهتون سایت ریک اند مورتی شو دات آی آر رو پیشنهاد میدم که یه سایت خوب و دوست داشتنی برای طرفداران مجموعه ریک اند مورتی، پس میتونی بری حتما بهش یه سر بزنی، لینکش هم توی دیسکریپشن برات میذارم. سر میز اسپاگتی که دارید میبینید و سامری که دنبال پارمیزیان میگرده، یه مقداری اون مدل لحن اشاره کردنش برمیگرده به اون سیاره و اتفاقات پارمیزانی که داشتیم، جایی که حالا دیدید اومد ریک تمام خانواده خودش و اتفاقاتی که اونجا افتاده بود و پای سر گذاشت و رفت، و بعدش هم دیدیم که اون سیاره که حالا نابود شد، اتفاقاتی که افتاد، یه مقداری داره به اون موضوع اینجا اشاره میکنه. جایی که دوباره میریم و وارد شهر اسپاگتی میشیم، اول داره اون پل بزرگ رو نشون میده، اون پل خیلی شبیه به پل گلدن گیت، اتفاقاتی که داره اینجا میفته، اون ظرفایی که آبکشایی که گذاشتن اون پایین، آدمایی که میافتن و اسپاگتیشون راحت تر بگیرن، یه مقدار اشاره میکنه به دنیای واقعی. توی دنیای واقعی هم این پل بزرگی که داریم میبینیم سالانه کلی تعداد خودکشی داره و اینطوریه که داره یه مقداری هم به این موضوع اشاره میکنه. این شهری که الان داریم میبینیم، همه چی توش از اون رنگ و لعاب اصلی خودش افتاده، به خاطر اینکه مردم همه افسردگی بگیرن و برن به سمت خودکشی کردن تا اسپاگتی بیشتری به وجود بیاد. حتی داری تبلیغاتی هم که اینجا میبینید برمیگرده به خیانت و نمیدونم خودکشی، و از اون طرف حیوانات مختلف هم دیگه حمله میکنن و همه چی یه تم دارکیو به خودش گرفته. هیچ موزیکی هم اینجا پخش نمیشه، چون میدونید که وجود موزیک باعث میشه که یه مقداری از نظر روحی آدما بهتر بشن. جایی که دارید توی جنگل اون کلونا رو میبینید که ریک ساخته و اون اسپویل بزرگی که میادشو انجام میده، اشاره میکنه به فیلم Never Let Me Go 2010 که خب توش اندرو گارفیلد اینا بازی کردن، و خب اتفاقی هم که اونجا وجود داشت در مورد کلونایی بودش که روشون داشتن آزمایش‌های مختلفی رو انجام میدادن. اینجا کاملا ریک اومد پایانش رو اسپویل خالص کردش. اتفاقات بعدی و اون کارخونه‌ای که می‌بینید اسپاگتی جدید رو درست می‌کنن توش، اگه نگاه بکنید روی بساطش نوشته ایتس پیپل، اینا مردم هستن، و خب یه مقدارم اشاره می‌کنه به فیلم سویلند گرین که به سال 1973 هم هستش. حالا داستان این فیلم چیه؟ یه جایی که داره یه آینده‌ای به ما نشون میده که سال 2022 هم هست، و خب تو اتفاقاتی که میفته اینطوریه که برای مردم فقیر میان یه سری ویفر و نمیدونم نون توست مانند یه چیزی درست میکنن و سبز رنگ هم هست و به اونو میدنش. اینجا تو اتفاقاتی که میفته اینطوریه که بعدن یواش یواش متوجه میشیم که این حالا نون سبزی که دارن بهشون میدن در اصل خود مردمن. اونجا نقش اصلی داستان وقتی متوجه میشه که خود مردمو دارن به خوردشون میدن، اونجاست که میگه اینا مردمن، که اشاره میکنه به همین اسمی که ریکم روی بسته جدید گذاشته. حمله جنای چپ و راستی هم که اینجا میبینید به اون کارخونه داره، اون کاراکتری هم که داریم اینجا میبینیم با اون هدبند قرمز که داره، کاملا الهام گرفته شده از روی شخصیت رمبو. جایی که ریک میادش و فردو میاره و میذارش اون دستگاه تا یواش یواش و آروم آروم داخلش بیادش، یه نکته داره دیده میشه، اسم کیتی هایکو میاره و خب اشاره میکنه به اسم اولین هواپیمایی که برادران رایت هم درست کرده بودن، اونو اشاره میکنه به وسیله که اینجا ساخته. خاطراتی که اینجا فرد دارن نکته جالبی توش داره دیده میشه، و خب یکی از نکات مهمش اینه که اون کسی بودش که توی سرزمین خودشون لگو رو اختراع کرده و داریم میبینیم که باعث شده و یه تحول بزرگی هم بعدن به وجود بیاد، و رشته اصلی هم که داشته معماری اون شکل و شمایلی که ساختمون شهرشون دارن همه رو اون طراحی کرده بود. و امبری که داریم اینجا میبینیم تا حدودی یادآور مادر فرد بود، به خاطر همینم از اون اول علاقه داشت که کنارمون باشه. اتفاقات اینطوریه که بعدن همه متوجه میشن اصل داستان چیه، میبینید که دیگه هیچ که دلش اسپاگتی نمیخواد، تا نه خیلی از شما هم دیگه دلتون نخواد که اسپاگتی بخورید. و نکته آخری که داریم میبینیم غذای جدیدی که ریک میاره میذاره روی میز، و خودش هم میگه این خیلی بدتره و احتمال خیلی زیادم باید خیلی بدتر و شدیدتر باشه، ولی خب هیچ توضیح نمیده، احتمال داره که شاید بعدن در آینده
یه تیکه بهش بندازن که معلوم بشه داستان از چه قرار بوده. توی صحنه بعد از تیتراژ هم داریم یه کمدی دارک جدید رو دو مرتبه نگاه میکنیم. جاروبرقی هایی که میبینید که همشون هم کیسه دارن، یه جاروبرقی هم هست که شبیه به ریکه و اون درختی که اونجا افتاده که اگه نگاه بکنه از ظاهری خیلی شبیه به گروت میمونه و از توش اون کیسه رو بیرون میارن. میدونید دیگه کیسه های جاروبرقی چون بیشترشون حالت کاغذی دارن اونایی که یه بار مصرفن، اینجا کاملا داره اشاره میکنه به اون اتفاقی که برای درخت ها میفته، قطع کردن درخت ها و ساخت وسایل چرت و پرت مثل مثلا پاکت جاروبرقی که میشه از چیزهای دیگه هم درست کرده. یه تیکه هم داره به دنیای واقعی و اتفاقاتش هم اینطوری هم میندازه، یعنی هم بعد انسانیش رو نگاه کرد تو این قسمت، هم بعد طبیعتش و اتفاقاتی که داره توش پیش میاد. در مجموع اینا تمام نکاتی بودش که تو این قسمت دیده میشد. ایسترگ عجیب غریبی نداشت، حالا اگه شما دیدی میتونی توی کامنت ها برام بنویسی. حتما هم یاد باشه که لایک و سابسکرایب و زنگولم فعالش بکنی، اینطوری میتونی به محتوای جدید خیلی راحت‌تر دسترسی پیدا بکنی، بیای توی کانال و ویدیو جدید تماشا بکنی. و ویدیو بررسی این که میگن لوکی خدای داستانام هستن برات میذارم اینجا که میتونی کلیک بکنی بریم ویدیو رو هم تماشا کنی. و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعد. بدرود.